چاپ سال 1428 1429 2008 میلادی دارالفکر بیروت لبنان. در اینجا بریم صفحه 462، صفحه 462، این صفحه 462 حدیث 1986 عن فلان عن فلان عن الاش ابن اشعث ابن قيس، اشعث ابن قيس گفت قال ضفت عمر ليلتن، یک شب عمر را من مهمان کردم، فلما كان في جوف الليل قام الى امرأته يضربها، نصف شب بلند شد قام، فلما كان في جوف الليل، وقتی که نصف شب شد اون زمان برقم که نبوده تاریک بوده دیگه بین درون اتاق، قام بلند شد الى امرأته رفت به جان زن خود، شروع کرد یضربها میزندش به ای بزن، فحجست بینهما رفتم اینا رو جدا کردم، بابا خلیفه برو بخواب، فحجست بینهما فلما آوا الى فراشه، وقتی که عمر آمد بر بستر خود دراز کشید، قال لی یا اشعث، گفت اشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اشعث یک حدیث باید از پیغمبر بگم، حالا چون آبرویش رفته حالا عقلش به جا آمده در بستر، حالا که من زنم را زدم خب این عیب این بدنام شدم، این را برد حالا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم تهمت ببنده، بگو پیغمبر گفته که زناتان را بزنیم، بله من این از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم، لا یسأل الرجل فی ما یضرب امرأته، لا یسأل کسی حق ندارد بپرسد الرجل از یک مردی فی ما یضرب امرأته که چرا زنات را میزنی، ولا تنم على وتر الا على وتر، و قبل از اینکه بخوابی باید نماز بخونی، و نسیت الثالثه، و یک چیز سوم هم گفت که راوی میگه من از یادم رفت، خیلی خوب، یا خود عمر و نسیت الثالثه، خود عمر، عمر میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک چیز دیگر هم گفت که اونم از یادم رفت، یعنی قبل از اینکه میخوابی نماز بخون زنت هم اگه زلی اشکال نداره، میگه این برد چون بله گیر افتاده، حالا زنم را زدم منزل مردم بیگانه همسایه ها هم اینا شنید، اینم که فردا نقل میکنه جای دیگر، بله برد، بله شما در جای دیدین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنهای خود بزنه در هیچ جای، و انک لعلی خلق عظیم، این شخص بود